من پس از مناظرم با دوست عزیز مالکش نستو جناب امیر فیضم یه مقاله نوشتم و اظهار فصل کردم. لازم دونستم نخست بگم جناب امیر فیض کیست؟ ایشون یک پیرمرد 98-9 ساله است که بند خدا حتی از رو رخت خوابش نمیتونه بلند شه، حتی تلفن نمیتونه صحبت کنه، حتی نظافت شخصیش رو باید کسی بیاد کمکش کنه و حتی اینقدر آلزایمر داره که دستشویی خونش نمیدونه کجاست. حالا ایشون برای ما مقاله می نویسن و در مقاله شون اشاره کردن که آقای مبارز نستو یا مالکش نستو در مناظره امید دانا مانوف می داد به فحاشی ما سلطنت طلبان، در حالی که فحاشی ما سلطنت طلبان به امید دانا عمدی شخصی به شخص بوده که مهم نیست، یعنی اون فحاشی خارمادری که من دانا مهم نیست، ولی امید دانا فحاشی به نماد ملت ایران رضا شاه دوم کرده، این خیلی مهمه. نخواست این که من اینم بگم که من نمیدونم کی فحاشی کردم به رضا ناپهلوی، اگه ناپهلوی میگم این فحاشی نیست، میخوام پهلوی برای من مقدسه، کسی که پدر و پدر بزرگ خودش هم زیر سوال میبره، این آدم رو من پهلوی نمیدونم، چون پهلوی ها خیانت به کشور ما نکردن، ولی این آدم در کنار نشستن با آل سعود این کار کرده. بگذاریم، ولی آقای امیرفیض مقالهشون رو از بعد حقوقی اومدن نوشتن، خودشون رو به عنوان حقوقدان معرفی میکنن. بماند که ایشون قبلا در دفاع از منم بارها مقاله نوشتن و بحثی هم توش نداریم، اما میخواستم بگم که آقای حقوقدان، آقای رضا پهلوی بارها گفتن شهروندن، حالا اینکه شما از نظر حقوقی چجوری میگی ایشون رضا شاه دومه اینا من نمیدونم، اینا خیلی خنده داره واقعا، توهم زدید دلم هم براتون میسوزه، خیلی سخته. آدم، من خودم هم ایشون یه روزی دوستش داشتم، ولی خب وقتی رهبر آدم با آدم خیانت میکنه و من اینو به خدا به عنوان توهین نمیگم، ولی رضا ناپهلوی افرادی مثل همین مالکش نستو یا همین آقای امیر فیض رو سگ محل میکنه، اصلا آدم حساب نمیکنه. همین دوستمون مالکش نستو جناب مهدی میرقادری در یک جلسه ای که یه بار ما داشتیم با خود آقای رضا پهلوی یادشه که رضا پهلوی از فدرالیست دفاع میکرد، من باهاشون بحثم شد و همین آقای مهدی میرقادری که باش مناظره کردم بیاد بگه دروغ میگم، هرچند ایشون انقدر دیگه من دیدم بیشرافتی کرد، یه چند تا دروغ هم اومده نوشته، یکی از دروغاش این بود که کامنت گذاشت گفت چند هزار تا لایک در دفاع از ایشون و چند هزار کامنت اومده، در حالی که الان بعد از 3 روز رفتم گفتگو رو نگاه کردم 200 تا لایک خورده و 1100 تا کامنت اومده، که نزدیک 200 تا کامنت دوستان من تو گذاشته بودن و نزدیک 60 تا 70 تا لایک هم از دوستان من اومدن اونجا گذاشتن. حالا ایشون تفلکی دوست داشته خب با نظره با من میکنه چند هزار تا لایک و کامنت در دفاع ازش بذارن، این دروغو میگه و این دروغ سازمان یافته شده است و یه عده میرن لایک میزنن به ترتیب از این دروغای سازمان یافته شده. ولی بگذاریم، میخواستم بگم آقای امیر فیض بعد نوشته که حالا بیایم یه سری از فحاشی‌های امید دانا رو به رضا شاه دوم بگیم چی بوده. بعد نوشتن یک، دشمنی با موجودیت ایران، دو، دشمنی با ملت ایران و 26 مثلا رضا پهلوی پشت به میهن کرده. حالا آقای امیر فیض 98-9 سالشه، مسیر دستشوی خونش رو نمیدونه کجاست، برای هموم کردنش برای یه نفر بیانن کمکش کنه، خب حق هم دارن، ما فردا 98-9 سالمون بشه به همین مسائل دوچار میشیم، عقلش دیگه نمیرسه. اونایی که لایک میکنن یا همین دوست مالکش نستو اینو پست کرده خوشحاله، حداقل بهش بگید که، یا خوشامه ها یعنی نمیدونه اینا فوش نیست، اینا اتهامه، اتهاماتی بوده، مثلا دشمنی با موجودیت ایران یا دشمنی با ملت، اینا اتهاماتی بوده که من زدم، ثابتش هم کردم توی بیش از 50 برنامه با فکت، ولی شما همینجوری بدون واسه خودتون توهماتتون رو می‌نویسید. بعد دیدم یه جا شماره 3 نوشتید که من گفتم مرگ بر شاه، خب خیلی خنده داره دیگه، ما اصلا درگیریمون با رضا ناپهلوی سر پادشاهی یکیش بوده، یکی از دعوامون سر پادشاهی است که ایشون به سوگندشون پایبند نبود. و دیدید که در رادیو فردا گفت آقا بچه بودم یه چیزی خوردم دیگه، یه قسمی خوردم، من اصلا از روز اول دغدغم پادشاهی نبود. حالا ما هم به عنوان پادشاهی اونجا تونستیم با این حقیقت کنار بیاییم، فهمیدیم این آدم به ما خیانت کرد و گذاشتیمش کنار. این دوستان نمیتونن با این حقیقت کنار بیان، برای همین قاطی کردن. منم حکم کی رو دارم براشون؟ حکم کسی رو دارم که اینا عزیزشون فوت شده، اومدم دارم خبر مرگ مادرشون و پدرشون و برادرشون رو میگم، میگم آقا جون بیا بیرون، برادرت و مادرت و پدرت و توی تصادف مردن،
اینا نمیتونن با این شوکه خبری که من دارم بهشون میگم کنار بیان، بعد مجبورن منو فوش بدن دیگه. قربونتون برم، من یکی زندگیمو برای نظام پادشاهی گذاشتم، هیچ کی اندازه من اینو مطمئن باشی از نظر تحقیقات اینا پادشاهی نیست، ولی وقتی که میبینم رضا پهلوی به ما خیانت کرده من تونستم با خودم کنار بیام. منم تو دورانی که خیلی حالم بد بود تو خصوصی خودم حالم بد شد، ولی این عزیزان خب دلم هم براشون میسوزه، بهشون هم حق میدم و یه حق دیگه هم بهشون میدم که این هوچیگری ها رو الان بکنن و هی واسه خودشون بگن و خود دروغ سازمان یافته شده بنویسن، خودشون به خودشون لایک بدن. اونم اینه که وقتی که شما طرفتو توی مناظره با یک روش ناجوان مردانه که قراره هر کی 2 دقیقه صحبت کنه، ایشون 2 دقیقاش میشه 3 دقیقه و نیم، 2 دقیقای من میشه 1 دقیقه و نیم، برید مناظره رو نگاه کنید و اندازه بگیرید. بعد من انقدر جوان مردم که ایشونو نگفتم بیایید تو صفحه من، من اومدم تو صفحه ایشون، با اینکه میدونستم وقتی بیام تو صفحه ایشون خب طبیعیه که اونجا فحاشان و اینا دوستان میخواستن. اتفاقا هدفم این بود که نشون بدم آقا اینا چه طیف فکری هم، اینا حرف منطقی نمیتونم و در مناظره کاری بکنم با طرف که بگه من نمیدونم، بگه که من میرم تحقیق میکنم خبر ندارم. فکر کنید در دفاع از رضا ناپهلوی میگه من نمیدونم خبر ندارم میرم تحقیق میکنم، و سر فحاشی ها وقتی که میبینه که اینا دارن اینقدر دیگه فوش میدن و اصلا جز کار ایناست و توانایی جز فوش دادن نداره، میگه امید تو چقدر اصرار میکنی ما فوش میدیم، این فرهنگ ماست که ما فوش میدیم تو مناظره هست. وقتی شما اینا رو مجبور میکنی طرف با تو مناظره اینقدر فکت میاری که طرف هیچی نمیتونه بگه و میگه آره ما فحاشی جز فرهنگمونه ما اینیم، و میگه توی بخشایی که با سندم تو میای ارائه میدی میگه من نمیدونم خبر ندارم، و آخر مجبورش میکنی بگه آره اصلا آقای رضا پهلوی گفته خلیج خوب کاری کرده، ما میگیم این یعنی وطن فروشی، بعد دوباره 24 ساعت بعدش کامنت بده که اصلا من همچین مصاحبه رو از رضا ناپهلوی موجود نیست، اصلا خبر نداریم، اصل مصاحبه رو بعد امروز من گذاشتم. ببین وقتی که شما طرفتو مجبور میکنی یه جورایی اینگونه نشون بده دستش خالیه، خب دیگه بنده خدا همینه دیگه، مجبور میشه برای 900 تا کامنت فوش خواهمادر رو منم زیر 900 تا کامنت فوش خواهمادر خودش رو مسخره کنه، بگه امید دانا رو بلاک کردیم بابت توهین‌های سازمان یا چی توهین‌های متعدد، و این دروغ سازمان یافته شده رو میگه. و جالب و فاجعه اونجاست که این دروغشو اون مابقی دیگه هم میدونن این داره دروغ میگه، ولی میدونن یه جورایی همشون عزادارن دیگه، این امید دانای زبونش هم یه جوریه که وقتی که میاد فکت میاره ما که توانشو نداریم جلو امید دانا وایسیم. پس این حرف امیدانایی به گونه ایست که اینا با همدیگه میدونن الان این دوستم عزیزمون مالکش نسوده دروغ میگه، اینا هم لایک میکنن و بترسی در دروغهای سازمانی یافته شده که بخش جدا ناپذیری از رضا پهلوی تا حامیان ناچیزش هستن. به هر حال خواستم اینو بگم که قربونتون برم، آدم منم شاید یه جا برم یه مناظره کنم و خب طرف اینقدر فکت بیاره بدونم اشتباه کردم، آدم میتونه مناظره رو ببازه، ولی دوست عزیزم آقای مهدی میرقادری شما شرافت هم باختید و کسانی هم که اونجا کامنت گذاشتن و دروغ‌های سازمان یافته شده یه شما رو لایک زدن، به مانند همین که دیشب شما نوشتید چند هزار لایک و چند هزار کامنت سمت من بود در 15 تا آیدی فیک سمت اون طرف، در حالی که 50% لایک ها و کامنت هایی که به نفع شما گذاشته شده بودن کلن فیک هست، مثل همون کسی که آیدیش فاطمه است عکسی نداره و 24 48 ساعت الان دقیقا بری تو پروفایلش چیزش رو باز کرده، آیدیش رو باز کرده. وقتی که این دروغ سازمان یافته شدن رو میگی نشون میدی شما شرافت هم باختی، نه تنها مناظره رو باختی شما ها شرافت رو باختید. رضا پهلوی که هم اون نام خانوادگیش رو باخت، هم شرافتش رو باخت، هم میهن پرستی که تو خانوادش بود باخت، شما هم به همین ترتیب. میدونید چرا؟ کسی که پشت به خاک ایران کنه همیشه بازنده است. من براتون متاسفم که به خودتون نمیایید، براتون متاسفم که شخص پرستی کورتون کرده. من در نهایت صحبت اردشیر زاهدی رو میارم، زمانی که آقای فرهودی ازش پرسید نظرت در مورد رضا پهلوی چیه، ایشون یک جمله جالب گفت، گفت هر کس از عربستان پول بگیره من کثافت سرش میکنم. این حرف من نیست، حرف اردشیر زاهدی داماد و
وزیر امور خارجه پادشاه فقیره. بدرود. آیا فکر میکنید شاهزاده رضا پهلوی شایستگی رهبری ایران رو داره؟ ببین دو تا جمله رو قاطی نکن. یکی شایستگی، گفتم جوان فهمیده است، جوان باهوش است، جوان وطن پرست. یه آیا آینده متاسفانه همونطور که عرض کردم یا خوشبختانه، امروز کسی که این رو باید بخواد مردم ایران و اون جوونا هستن. او رو من از طرف اون جوونایی که من نمیشناسن اینجا پیرمردی افتادم نمیتونم صحبت کنم. ارزیابی خودتون چیه؟ ارزیابی من این بوده است و خواهد، این جوانهایی که امروز در ایران هستن، زج کشیدن، گرسنگی کشیدن، درس عالی خوندن، غیره، آتی دست اونا. خود رضا اینو قبول داره، من حرفم گمون میکنم که گفته باشه مسلمت، وگرنه اونی که از خارجی پول گرفت دیگه ایران خودش نمیدونه. کسافت میکنم بسر اون کسی که از عربستان سود یا یکی از دیگاره یا خارجی. شما این CIA میگه من اگر خرج کنم به دروغ، هنوز خودتون به من میگوید سوال کن چجور ممکنه امروز مردم ایران قبول کنن یک کسی که از خارج آمده یا توی خانه و غیره پول میگیرن؟ هو این 36 یعنی آیا میخواید تربیه هم بفرمایید شاهزاده پول میگیره از خارجی؟ من ده نگفتم، گفتم کسانی که. ولی شاهزاده جز اون کسانی هست یا نیست؟ هیچ وقت به شما جواب نمیدم چون نمیدونم چیزی که نمیدونم. بنده فرق نمیکنه، اگه من گرفتم به اون خیانت کردم، شما گرفتید به اون خیانت کرد مملکت. نظر خودتون چیه؟ من نظرم این افراد your gut feeling، your gut feeling گول نظرت کن میدونید آخه این تشکیه این تلویزیون رادیو اون روزا باید نمه پول میخواد. عمه منم نداره بهش بده، مادر بزرگ من مرده. اگر از یه جایی میخوان بگیرن به عنوانی که میخوان کمک بکنن، وقتی که من یه پولی به شما قرض دادم، حضرت خدا بیامرزه پدر من میگه اگه کسی ازت قرض خواست بهش یه چیزی بده، ولی قرض نده. یک اون ولی میگه یک اصولی رو یا مردم امروز هیچ کشوری سقوط نکرده، همین عربا تاریخشو بخونید، هر روز بخونید، تا روزهای خودشون بخونید، تا اینکه اون رؤسا اینها خودشون رو بفروشن. گفتم یه جا اغلب این رؤسا اصلا نماینده مملکتشون نیستن. شما هم دیدم دستت بود وقتی آمدی تو، نه خندم گرفت، گفتم شاید بنا اون رأی خونده باشی جوابن اون توه. این افرادی که بخواد پادشاه باشه، بخواد رئیس جمهور باشه، کسی که خودش به خارجی فروخت، این نمیتونه به درد مردم شوقه.